بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود می فرستم بر روح شهدا و عرض تسلیت دارم به هر خانواده که در کشور ما در شبهای ماه مبارک رمضان به خون نشستن و بالای نش و جسد طفلای معصوم دو ساعته یک ساعته گریستن. در غم همشان شریک هستیم. نفرین میفرستم برای او عاملینی که با چشمان کورشان فرق بین بگرام و زایشگاه را نتانستن. در طول تاریخ چنان وحشت و دهشت کسی انجام نداده بود به زن معصوم، به طفل معصوم، به زن که در حال ولادت سرش آتش کردن، به رگبار گلوله بستن. از نهایت جرم بشری انسانی است. ما انسان نیستیم. ما حتی پیش همنوان خود، پیش حیوانات، پیش درختها، پیش تمام هستی سکوت شدیم با این عمل وحشیانه. آنان که از هر کی پول میگیرن و هموطن خودشان هدف قرار میدهن، نه مسلمان هستن و نه انسان و نه بشر و نه در جمله از آدمیزاد حساب میشن. و این درد بس بزرگ هر افغان است. ما برعلاوی که مردا و فرزندان ناخلف در کشور خود داریم که همواره دستشان به خون هموطنانشان آغشته است و متاسفانه که کشور ما جایی است که توسط کشتن و قتل هموطنشان باید به قدرت برسند. آنهایی که امروز تکذیب میکنند، دیروز در آب مکتب ما زهر میپوشیدند، مکتبای ما را آتش میزدند، امروز خودشان به قدرت آمدند و ای عملا رو تکذیب میکنه. متاسفانه که ای نارواترین و نامشروطترین راه به قدرت رسیدن در افغانستان است که به سر خون معصومان باید جیره بگیرن و باید به قدرت برسن. ما منعیس یک هموطن خود و منعیس یک انسان نهایت تأثیر و تأسف عمیق خود را ابراز می‌داریم. علی‌رغم این مشکلاتی که ما داریم و چنین فرزندان ناخلف در کشور ما هست که با خارجی‌ها همکاری می‌کنند و جنگ در کشور ما تیره‌تر و رونق‌تر می‌سازند و این جنگ حدود 40 سال است که ادامه داره و چندین نسل به قربانی گرفتند. ما از طرف دیگر هموطنان داریم، زنان داریم، شیرزنان داریم که به او افتخار میکنیم. همیشه در هر کجای دنیا که بودن به هموطنشان فکر کردن و به هموطنشان و با هموطنشان و با همنوانشان یک جای گریستن، درد مشترک داشتن و هیچگاه فراموش نکردن. از آن جمله بانو آریانای سعید است. بانو آریانای سعید که یک هنرمند است که در حدود 30-35 سال عمر داره و در کودکی از کشور خود مهاجر شد. در بیرون کشور هنر آموخت و با هنرش مصدر خدمت به هموطنان گردید. بانو آریانای سعید با وجود از اینکه در بخش هنر، کلتور کمک‌های خیریه دارن، از طرف وزارت صحت عامه افغانستان نماینده یا سفیر صلح هم تعیین شدن و خدمات بسیار زیاد را انجام داده که از آن جمله در مراسم جایزه موسیقی شهر هامبورگ جایزه بهترین آوازخوان از آن خودش کرده، در سال 2011 جایزه بهترین هنرمند از آن خودش کرده و همچنان در سال 2011 بهترین اجرا از آریانای سعید بوده، سال 2010 بهترین هنرمند جدید بودن،
و در سال 2017 الگوی زن افغان شدن و در سال 2017 همچنان بهترین هنرمند زن تعیین شدن و در سال 20 جایزه آواز افغانستان از طریق رادیو تلویزیون ملی کشور به دست آوردن. به می ترتیب افتخارات بسیار بزرگی را دارن که ما برشان تبریک میگیم، به خودشان و به شوهر گرامیشان حسیب جان ساید. یک موفقیت بسیار بزرگ است و برشان آینده درخشان آرزو میکنیم. این موفقیت است که در این مدت کوتاه و در این سن جوانی کمتر انسان ها بهش به دست رسیده و به یقین که با حسن نیتی که دارن پیشرفت و آینده درخشان هم دارن. همچنان در 8 مارچ اینا بنیاد خیریه را تأسیس کردن که به نام بنیاد خیریه آریانا است و در ماه مبارک رمضان بیشتر هموطنان ما را تحت پوشش گرفتن و اونا را سپورت کردن و از هموطنان ما تقاضای حمایت نمودن که در مدت بسیار کوتاه مورد حمایت هم قرار گرفت. حدود کم و بیش $26,000 تا جایی که من معلومات دارم جمع‌آوری شد و به شکل بسیار درست، احسن و منظم به مستحقین در افغانستان و در کابل رسانده شد که این بنیاد خیریه کارایش بیشتر و بیشتر انجام خواهد داد. برنامه‌ای که تأسیس کرده بر علاوه که قبلا در شفاخانه کمک میکرد، اینا در این بنیاد خیریه در ماه مبارک رمضان پیشتازترین بودن و در داخل افغانستان کمک و مساعدت بسیار زیاد را انجام دادن که ما ازشان جهان سپاس میکنیم. به خصوص فیلم را که با ما فرستادن یک دنیا ممنون و ازشان تشکری میکنیم. و این فیلم ها یا این برنامه ها به خاطر شفافیت در کار و به خاطر الگوسازی به هم نوان ما است تا دیگران هم در همچو کار خیر سهم بگیرن و با هموطنانشان دست یاری انجام بدهند. شما رو به انتظار زیاد نمیگذاریم، میریم با هم. ویدیوهایی داریم از بانو آریانا سعید که با هم یک جا به تماشا مینشینیم. لطفاً با ما باشید. هموطنان عزیز، ما چند هفته قبل با درک از اینکه به خاطر ویروس کرونا در افغانستان اقتصاد هموطنان ما بسیار زیاد ضعیف شده و بسیار پایین رفته، ما از تمام هموطنانی که خارج از مملکت زندگی میکنن تقاضا کردم که اونا ادای مساعدت بکنن برای هموطنان ما که در داخل افغانستان هستن، که اونا واقعا امو گپ مرا به زمین ننداختن و به یک مدت بسیار بسیار کم ادای مساعدت کردن تا ما بالاخره تونستیم که بعضی از موادای غذایی را خریداری بکنیم که امروز قرار است که بر شما عزیزا تسلیم شود. ای یاری به همت هموطنان خارج از کشورتون صورت گرفته که با طرح انسانی و مدیریت سالم مؤسسه خیریه آریانا به رهبری هنرمند محبوب و شهیر کشور
بانوی شجاع آریا مسیحی و همسر و نامزاد محترمشان اسیب ساید که رئیس بنگاه تفریحی شیرزاد است و به همت هموطنان مهاجرتان جمع‌آوری شده، مدیریت شده و به خدمت شما امروز توزیع میشه. با بنمایندگی از مؤسسه خیریه آریانا از تمامی هموطنان مقیم خارج از کشور که در نقاط مختلف جهان به سر میبرند و سهم ارزنده انسانی و مالیشان را در قسمت تمویل برنامه یاری رسانی امروز داشتن ابراز تشکر امتنان نماییم. ما سپاسگزاری خود از مهاجرین مقیم خارج که برای هموطنان افغانستان مخصوصاً در شهر کابل این کمک‌ها و مساعدات را کرده اگر جان تشکر و سپاسگزاری میکنم و شخص خودم از آریانا سعید که همیشه کمک‌های خود را با ما مردم هموطنان افغانستان هم شریک ساخته یک جان سپاسگزاری میکنم. تشکر از این مؤسسه خیریه، تشکر از آریا جان سعید که غم هموطنان خود خورده. دیگه همیشه وقت ما خواهان نمی هستیم که از ملت و هموطن خود با خبر باشند. بسیار جای افتخار است که اما تو یک دلسوز در کشور خارج داریم و غم هموطن خود افتیده در این ماه مبارک رمضان خداوند به دربارش قبول کنه. خداوند یاران سعید خیر بده و کسایی که در خارج زندگی میکنه خداوند خیرشان بده که ما در بسیار بدبختی و مشکلات سر دچار بودیم، یک کمک برای ما کردن، خدا خیرشان بده.